نیلوفر پور همکارم از پاریس همراه ما هستی نتایجی که الان تا این لحظه داریم با هم میبینیم نیلوفر خب حاکی از این هستش که یک تغییر قابل توجه در عرصه سیاسی اتریش داره اتفاق میفته بله دقیقا نه فقط اتریش بلکه اتحادیه اروپا حالا بعد از کشورهای دیگه اروپایی مثل فرانسه آلمان ایتالیا هلند جمهوری چک و مهمتر از اونها مجارستان میبینیم که اتریش هم درش راست افراطی پیروز شده قدرت بیشتری گرفته این پیروزی یک پیروزی تاریخی برای حزب آزادی اتریش اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم که یک حزب راست افراطی تونسته چنین موفقیتی رو کسب بکنه حتی در مقایسه با نتایجی که قبل از این در سال 2019 این حزب کسب کرده تونسته 12 در واقع 12 درصد آرای بیشتری رو کسب بکنه و این برای اونها یک اتفاق مهمه اونها تونستن این حزب تونسته برخلاف مثلا فرانسه که مارین لوپن و راست افراطی یک مقدار موازهشون رو تلتیف کرده بودن برای اینکه بتونن آرای بیشتری کسب بکنن اونها به شدت تند رو پیش رفتن مواضع افراطی خودشون رو بسیار پررنگتر مطرح کردند تا اونجا که حتی گفته بودند بودن که در واقع اعطای پناهندگی رو در اتریش ممنوع میکنند همینطور رابطه بسیار خوبی داره این حزب با روسیه معتقده که تحریم های روسیه باید لغو بشه به دلیل اینکه به ضرر اتریشه و همینطور کمک ها به اوکراین رو گفتن قطع میکنن اینها موضوع که که چالش‌های بسیاری داره بحث مهاجرت و بحث کمک‌های اوکراین که می‌تونه مشکلاتی برای اروپا ایجاد بکنه ولی نکته اینه که چون در واقع اکثریت مطلق رو کسب نکردن امکان اینکه بتونن به تنهایی دولت تشکیل بدن رو ندارن و کار بسیار سختی در پیش دارن برای تشکیل دولت. ابراهیم کارم از پاریس.